23 ذی‌قعده بنابر روایتی سال روز شهادت امام رضا علیه السلام است. حضرت علی ابن موسی علیه السلام معروف به امام رضا متولد سال 148 قمری و در سال 203 به شهادت رسید. ایشان هشتمین امام شیعیان اثنا عشری به شمار می رود. مشهورترین لقب آن حضرت رضا است. در حدیثی از امام جواد علیه السلام آمده که لقب رضا از سوی خداوند به او داده شده است. ایشان به عالم آل محمد و امام رؤوف نیز شهرت دارد. به همین مناسبت تعداد زیادی از شیعیان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام در این ایام با سفر به شهر مقدس مشهد در حرم مطهر این امام رؤوف حضور یافته و ضمن زیارت آن حضرت به عزاداری در سوگ ایشان می‌پردازند. به گزارش اخبارشی در آستانه شهادت امام جواد علیه السلام صحن و بارگاه عتبات کاظمین علیهم السلام سیاه پوش شد. گفتنی است در همین راستا در و دیوارهای این آستان مقدس مزین به پرچم‌های مشکی عزای حضرت جواد علیهم السلام شد. در منطقه اطراف کاظمین نیز موکب‌هایی برای استقبال عزاداران از داخل و خارج عراق به مناسبت سالروز جانگداز امام محمد تقی علیه السلام برپا گشت. در همین راستا آستان مطهر کاظمین از هماهنگی اقدامات لازم برای استقبال از موکب‌های عزاداری و جمع کثیر عزاداران از داخل و خارج عراق خبر داد. اداره مزارهای شیعی وابسته به سازمان اوقاف شیعیان عراق از ادامه توسعه و بازسازی اماکن متبرکه در شهر دیوانی در عراق خبر داد. در بیانیه این اداره که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید آمده، مرقد مطهر امامان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و فرزندانشان مانند نوری در سطح زمین میتابند و موجب روشنی مسیر می شوند. از همین رو باید برای حفظ و توسعه آنها تلاش کرد. این بیانی افزود کار توسعه تعدادی از مزارهای شیعی در شهر دیوانیه چند ماهی است آغاز شده و با سرعت در حال انجام است. هدف از این کار افزایش سطح خدمات رسانی به زائران است. گفتنی است از جمله این مزارها که در حال توسعه و بازسازی هستند میتوان به مزار سید ابراهیم احمر العینین، مزار سید عبدالله ابن کاظم، مزار سید احمد ابن کاظم و مزار سید عمران ابن امام هادی علیهم السلام اشاره کرد. رئیس جمهور تونس در سایه افزایش مهاجرت‌های غیرقانونی با سه مسئول اروپایی از جمله رئیس فراکسیون اروپا و نخست وزیران هلند و ایتالیا دیدار و گفتگو کرد و در این دیدارها رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا تقویت همکاری‌ها با تونس در قالب یک برنامه کمک مالی بلند مدت را پیشنهاد داد. به گزارش خبرگزاری تونس آفریقا، قیس سعید رئیس جمهور تونس با اورزولا فون دور لاین رئیس کمیسیون اروپا و مارک روته نخست وزیر هلند دیدار کرد و همچنین او در نشستی با جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. فون دور لاین در این دیدار تقویت همکاری ها با تونس در قالب طرحی شامل یک کمک مالی بلند مدت به ارزش 900 میلیون یورو و نیز یک کمک 150 میلیون یورویی را که فوراً به بودجه تونس تزریق می شوند به قیس سعید پیشنهاد کرد. همچنین رئیس کمیسیون اروپا طرحی 5 بندی را به قیس سعید پیشنهاد کرد که شامل حمایت از مبارزه با مهاجرت های غیرقانونی است. طبق اظهارات فون دور لاین، یکی از پیشنهادهای اتحادیه اروپا مبارزه با مهاجرت غیرقانونی است که اتحادیه در سال جاری میلادی مبلغ 100 میلیون یورو را جهت نظارت بر مرزهای تونس و یافتن مهاجران و نجات آنها به تونس پرداخت خواهد کرد. در پایان گفتنی است ایتالیا تلاش می‌کند اتحادیه اروپا و حامیان مالی بین‌المللی را
به حمایت اقتصادی از تونس ترغیب کند که به ویژه موجب مهاجرت غیرقانونی از تونس به اروپا و رشد بسیاری داشته است. وزارت دفاع ترکیه از کشته شدن دو سرباز ترکیه‌ای در شمال عراق خبر داد. به گزارش روسیه الیوم، وزارت دفاع ترکیه در بیانیه اعلام کرد که دو سرباز ترکیه‌ای روز یکشنبه در پی انفجار بمب در شمال عراق مجروح شدند. در این بیانیه اشاره شده است که این دو سرباز ترکیه‌ای در پی انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند. بیانیه مذکور افزود که این بمب توسط اعضای حزب کارگران کردستان PKK کار گذاشته شده بود. به نقل از میدل ایست نیوز، ترکی به بهانه مبارزه با اعضای PKK در شمال عراق و سوریه حضور دارد. گروهی از هندوهای افراطی در برابر چشم نیروهای پلیس به شکل وحشیانه به یک جوان مسلمان میوه فروش حمله کرده و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. فعالان در شبکه‌های اجتماعی کلیپی از حمله به یک جوان مسلمان میوه فروش در یکی از مناطق هند منتشر کردند که در برابر چشم نیروهای پلیس مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد. این حادثه در شهر کولهاپور هند رخ داد، جایی که حملات علیه مسلمانان این منطقه رایج است. هند سال هاست که شاهد موارد گسترده آزار و اذیت و اعمال خشونت آمیز علیه مسلمانان بوده است که در پشت آن یک گروه شبه نظامی هندوی افراطی قرار دارد که از دکترین نجات پرستانه هندوتوا پیروی می کند. سازمان های حقوق بشری هند گفتند که این دکترین توسط رهبری این کشور یعنی حزب بهاراتیا جاناتا پذیرفته شده است و هدف آن تمایز هندوها از بقیه اقلیت های این کشور است. منابع محلی از تعیین یک بانوی شیعه هزاره پاکستانی تبار به نام لیاقت به عنوان مدیر صندوق پناهندگان نیوزلند خبر دادند. او مانند دیگر هزاره های پاکستان و افغانستان سالهای سال مورد سرکوب قرار داشته و در نهایت به همراه خانواده‌اش به نیوزلند مهاجرت کرد. وی که در گذشته زندگی بسیار سختی داشته، اکنون به یک بانوی موفق تبدیل شده است. او اعلام کرده که برای کمک به دیگر آوارگان از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد. لازم به ذکر است هزاران شهروند شیعه هزاره از پاکستان و افغانستان که از ظلم حاکم در کشورهایشان گریخته به نیوزلند پناه آوردند. سخنگوی وزارت امور خارجه عراق از برگزاری نشست بین المللی دولتی در خصوص اردوگاه الهول در سوریه خبر داد. به گزارش الیوم الصابه، احمد الصحاف سخنگوی وزارت امور خارجه عراق امروز دوشنبه از برگزاری نشست بین المللی دولتی در خصوص اردوگاه الهول در سوریه خبر داد. الصحاف در بیانیه اعلام کرد امروز جلسه با حضور وزارت امور خارجه، مشاور امنیت ملی، هیئت‌ها و سازمان‌های مقیم در عراق برای بررسی چشم‌انداز دولت عراق در مورد اردوگاه الهول در سوریه برگزار می‌شود. وی گفت که پایان دادن به موضوع اردوگاه الهول به دلیل پیامدهای اجتماعی آن به یک منفعت امنیتی بالا برای عراق تبدیل شده است. الصحاف به اهمیت پاسخ مثبت جامعه جهانی در هماهنگی با وزارت امور خارجه عراق برای برگزاری کنفرانسی در سطح وزرای امور خارجه برای بررسی اهمیت بالای پایان دادن به پرونده اردوگاه الهول سوریه و بسته شدن آن اشاره کرد.